خدا وکیلی به روح همین مادرم قسم که عکسش تو گردنمه. خب اصلا گندگوزی نیست. من یه دونه واقعیش و دوتاشو کف آشپزخونم خاک کردم ها. با مال ملت پوز بدم پوری شما دنبال بیلا و پرش مردم این وقت. تو چنلش توضیح میده که قصد زنزتیزی نداشته. دوستان سلام، به یه 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخواییم به حواشی رپ فارسی و اولین دختر رپری که کنسرت برگزار کرده بپردازیم. پس لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و با من تا آخر این پست همراه باشین. گندم دختر پرحاشیه رپ فارسی دوباره جنجال به پا کرد و جامعه رپ فارسی رو که مدت هاست رنگ آرامش رو به خودش ندیده باز هم متشنج کرد. داستان از اونجا شروع شد که گروه زدبازی تصمیم میگیره که یک کنسرت توی ترکیه برگزار کنه و خواننده های محبوبی مثل سیجل، ددان، سپهر خلسه، علیرضا جی جی، گندم و لیتو هم حضور داشتن. گندم به عنوان یک رپر دختر اولین اجرای خودش رو روی استیج انجام داد. اون با صدا و استایل خاصش تقریبا تمام توجه ها رو به خودش جلب کرده بود. البته که این اجرا حواشی خاص خودش رو هم داشت. حواشی این کنسرت از جای شروع شد که گندم میکروفون گرفت دستش و گفت اگه فقط چند نفر مثل من تخم داشتن که توی لندن یه سری چیزا رو جابجا کنن، من همینجا لخت میچرخم. خدا وکیلی به روح همین مادرم قسم که عکسش تو گردنمه. خب اصلا گندگوزی نیست، ولی به بلا قسم اگه قدر من خواهی دارم تو لندن یه سری چیزا رو جابجا کنن، من یه دونه واقعیش و دوتاش رو کف آشپزخونم خاک کردم ها. این حرف گندم حواشی خیلی زیادی در پی داشت و همونطور که مطمئناً خودش هم انتظار داشت با واکنش گسترده بقیه رپرها مواجه شد. سر همه این واکنش ها کوروش وانتونز بود که تو چنلش نوشت کف آشپزخونه قرمه سبزی بار میذارن نه اسلحه، کیرگوزا سریع استانبول رو تخلیه کنن. در جواب این حرف کوروش گندم تو استوریش مینویسه دیشب اولین اجرایی رپر دختر روی استیج تو حدود 20 سال اخیر بود. جای دختره بیشتری روی استیج های موزیک ایران خالیه. گلخورای زن زندگی آزادی که هم فکر میکنن زن باید تو آشپزخونه قرمه سبزی بار بذاره بدونن تو مرام لوتیگری نیست وقتی میری مهمونی میزبان گونی پیچ کنی. بیا لندن قرمه سبزی هم میذاریم برات. کوروش هم که داشت سعی میکرد تقریبا گندی که زده رو جمع کنه و با گندم وارد جنگ نشه و بهش نشون بده که باهاش مشکلی نداره، تو چنلش توضیح میده که قصد زنزتیزی نداشته. اون نوشت من نگفتم چون زنی باید قرمه سبزی درست کنی، کلا آشپزخونه جای قرمه است، لوتی و خاکی سرش پایینه و ادعا نداره، به نظرم زیاد روی کردی، ولی در کل من با تو مشکلی ندارم، میام لندن قرمتونم میخورم سری بعد. بقیه رپرها هم که انگار منتظر یه سوتی از توی گندم بودن که بهش بتوپن تک و توک تیکه هایی بهش انداختن. حسن بابا نوشت خدا بیامرز وحید مرادی رو، خدا رو شکر این روزا رو ندید که فیلماش چه تأثیری رو رپ فارسی گذاشته. با تفنگ آپاش میرن کنسرت، همدیگر رو تهدید میکنن، قرار دعوا میذارن ولی همون نمیبینن، ناراحت کننده است. مجهول هم با این وایس حسابی گندم رو مسخره میکنه. یه دونه واقعی شد دو تاشو کف آشپزخونه خاک کردی؟ ژاپن خاکت کنم. چی میکشی اینا رو میگی؟ یعنی چی میزنی؟ به نظر جنس خیلی مربوط میاد. دم ساقیت گرم واقعا، این کسشرا از دهن هر کسی در نمیاد. قدر خودتو بدون تو این مورد و اینکه به نظرم یه توکه پتاشیم فیار ایران و کف تهران در خدمت باشیم. اینجا جابجا کن. آره اینجا جابجا کن بعد حرف از خواهی. سینا مافی هم تو استوریش نوشته گندگوزای خارج از کشور رو میبینم فقط یه جمله میاد تو ذهنم، خایه دارید بفرمایید.
با مال ملت پوز بدم پوری شما دنبال بیرا و پرش مردم این وقتی نتونستی چیزی با ارز جمع کنی اینا میره توی گلو تو اختشن تو بی ببین تو این بازی ما گنده تر شدیم و اومدی جلو بری یه لقمه چپ شدی و پشت در باید یه خورده سب کنی دنبال خط آدیداس یا پلت اشکان کاغانم این عکس رو استوری میکنه و یه جورایی به گندم تیکه میندازه. بعد از این همه فشار و توهین و تمسخر گندم بالاخره واکنش نشون میده و مینویسه که همه گرفتن رو ما سیکتیر بابا اونایی که از دیشب فشار خوردین دایرکتاتون رو استوری نکنم. نظر شما درباره حواشی گندم و بقیه رپرها چیه و به نظرتون آیا حق دارن که این همه یک رپر دختر رو اونم توی اولین اجرا و اولین کنسرتش مسخره کنن یا تحت فشار بذارن؟ نظرتون رو برامون کامنت کنین. در آخر مرسی که تا آخرین پست همراهمون بودین. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب کانال یادتون نره. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنین تا اگه پست جدیدی گذاشتیم ازش باخبر بشین.